پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک تلاش برای برون رفت از بحران کرونا را یک مسئولیت مشترک همه مردم جهان خواند. در سخنرانی هفتگی خود در واتیکان، پاپ اعظم از اینکه بسیاری از لایه‌های حاشیه‌ای جامعه نمی‌توانند در بازسازی این خیر همگانی شرکت جویند، ابراز تأسف کرد. La saggezza dei gruppi più umili. نباید دیدگاه خردمندانه فقیران جامعه نادیده گرفته شود. متاسفانه در جاهایی که منافع مشترک اقتصادی و ژئوپلیتیکی تمرکز یافته است، مانند مناطقی از سیاره ما که استخراج معادن جریان دارد، این بی‌عدالتی روی می‌دهد. صدای مردم بومی، فرهنگ و جهان‌بینی‌شان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این بی‌حرمتی به اصل یارانه دادن مثل ویروس گسترش پیدا کرده. به کمک مالی عظیم دولت‌ها نگاه کنید. اینجا بیشتر صدای بزرگترین کمپانی‌های مالی شنیده می‌شود تا صدای مردمی که چرخ واقعی اقتصاد را می‌گردانند. سخن شرکت‌های چند ملیتی بیشتر گوش شنوا دارد تا سخن جنبش‌های اجتماعی. راست و صریح بگوییم، به صدای قدرتمندان بیشتر توجه می‌شود تا به صدای ضعیفان. پاپ اعظم در ارتباط با ویروس کرونا رویه شرکت‌های عظیم داروسازی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. یا بیایید به درمان ویروس فکر کنیم. بزرگترین شرکت‌های داروسازی کمتر به سخن دست‌اندرکاران پزشکی و فعالان خط مقدم جبهه مقابله با کرونا در بیمارستان‌ها یا اردوگاه‌های پناهندگی گوش می‌دهند. این مسیر خوبی نیست. باید سخنان همگان را شنید. پاپ فرانسیس گفت برون رفت از بحران کرونا تنها با به تصویر کشیدن وضعیتی بهتر از اکنون انجام نخواهد شد. برون رفت از کرونا به معنی تغییر واقعی یکایک افراد جامعه هاست.